Hello guys, hope to be awesome. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدیم به این ویدیو. من آریانم از کانال Easy Speak English. امروز اومدیم با آموزش درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم. ولی خب قبل از شروع، مثل همیشه برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنین و زنگوله بغلش هم بزنین که جز به اولین نفره باشین که ویدیو ما به دستتون میرسه. و بی معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، همونطور که گفته بودم امروز میخوایم درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم رو آموزش بدیم. Lesson 2 میشه درس دوم. My classmates میشه همکلاسی های من. Classmate به تنهایی میشه همکلاسی. Classmate میشه همکلاسی. و چون میگه classmates میشه همکلاسی ها، این S وقتی بهش اضافه شد جمع میشه، میشه همکلاسی ها. وقتی گفتیم my classmates میشه همکلاسی های من. میایم بخش پایینی که conversation هست، یعنی گفتگو. میگه listen to the students talking in the school yard. میگه گوش بدید به دانش آموزان، چون گفت students صحبت میکنن در حیات مدرسه. yard به معنی حیاته. پایین تر علی میگه who is that boy؟ میگه اون پسره کیه؟ پرهام هم میگه that's عرفان، اون عرفانه. who راستی who is that boy کلن داره میگه دیگه، داره میپرسه، میگه آقا اون پسره کیه؟ شما وقتی بخوای مثلا از یه نفر بپرسی اون کیه، بعد بگی مثلا who is that مثلا boy یا girl یا man یا woman، هر کدوم میتونی اینجا جایگذاری کنیم، فقط who is that باید اولش باشه دیگه. خب میگم پایین‌تر That's عرفان، میگه اون عرفانه. He's our new classmate. میگه اون عرفانه، اون همکلاسی جدید ماه. علی هم میگه Let's talk to him. میگه بریم باهاش صحبت کنیم. Let's talk to him میشه بریم باهاش صحبت کنیم. پرهام هم میگه Hi عرفان, this is Ali. میگه سلام عرفان، این علیه. و علی هم میگه Nice to meet you. میگه خوشحالم که شما رو ملاقات میکنم عرفان. Nice to meet you عرفان. و عرفان هم واسه اینکه جوابش بده، اینجا رو گوش کن، اینجا مهمه. عرفان هم واسه اینکه جوابش رو بده میگه Nice to meet you too. وقتی شما میخوای به یه نفر، وقتی به شما چیزی گفت، شما بگی من هم مثلا از این کار خوشحالم. ببینید علی گفت Nice to meet you، که یعنی از ملاقات به شما خوشحالم. عرفان هم اینجا باید جواب داد بهش، گفت من هم از آشنایی با شما خوشحالم. پس به nice to meet you to اضافه کرد، T-O-O که to تلفظ میشه، اون توی عدد نیست بگیم دو میشه، نه این فرق داره، اونو یه جور دیگه می نویسه، اینم فرق داره. میگه nice to meet you to میشه من هم از دیدن شما خوشحالم. به همین جمله یه to اضافه کرد، گفت nice to meet you. عرفان هم در جوابش گفت nice to meet you to. میای پایین تر، welcome to our school. علی میگه به مدرسه ما خوش آمدی. welcome به معنی خوش آمده یا خوش اومدی، فرقی نداره، میشه welcome to our school، میشه مدرسه ما خوش آمدی. عرفان هم میگه thank you، متشکرم. میریم پایین تر، practice one. listen to the introducing and greeting. میگه که گوش کن به معرفی کردن های و صحبت کردن های این پاراگراف یا این کادری که هست. میگه this is my friend پرهام. جمله اول میگه این دوست من پرهامه، داره معرفی میکنه دیگه. وقت نکن this is my، خب یعنی این یه چیزی من، یه نسبتی با من داره. this is my، وقت شما میگه this is my friend میشه این دوست منه. بگی this is my classmate میشه این همکلاسی منه. بگی this is my teacher میشه این معلم منه. بگی this is my father میشه این پدر منه. خب وقت شما میگه this is my یعنی یه نسبتی با شما داره. خب همونطور که دو جمله اول میبینی گفت this is my friend پرهام. this is my friend پرهام که میشه این دوست من پرهامه. جمله بعدی میگه this is my classmate پریسا. میگه این همکلاسی من پریسا. جمله بعدی میگه this is my English teacher Mr. کمالی. this is my English teacher Mr. کمالی.
میگه اینم معلم زبان من آقای کمالیه. میگه nice to meet you، میگه خوشحالم از اینکه شما رو ملاقات میکنم. و همونطور که گفته بودم بخواد بگه من هم از اینکه شما رو ملاقات میکنم خوشحالم، میگه nice to meet you too. این پایین practice 2 listen to the examples in pairs ask an answer about other students name. خب می گوش کن به مثال ها که بعد سی دی بذاری گوش کنی که الان من واسه میخونم، نیاز به سی دی نداری. این pairs میگه یعنی جفتی، یعنی جفتی بعد حساب کنید دیگه روزش با هم که پرسش رو پاسخ کنید درباره دانش آموز، اسم دانش آموزای دیگه، دیگه دانش آموزای دیگه. میگه who is that boy، who is that boy، همونطور که گفته بودم داره اشاره میکنه از یه نفر پرسید آقا اون پسر کیه، who is that boy، میگه his my friend ارفان. کادر صورتی داره جوابش میده، میگه این دوست من ارفانه، his my friend ارفان. خط بعدیش میگه who is that girl، who is that girl که میشه اون دختر کیه، و she is my classmate پریسا. خب شیز یه چی بهتون بگم، هی کلن به تنهایی که تو جمله اول و سومی میبینید نوشته هیز، هی به معنی اونه، شی هم به معنی اونه. خب حالا شاید براتون سوال بشه چرا شی واسه دختر اومد یا واسه زن اومد، هی واسه مرد و پسر اومد. خب هی به معنی اونه مرده که انگلیسی اونو جدا کردن، اونه مرد و اونه زن. خب میگه هی یعنی اون مرد، هم تو که گفتم میگه who is that boy، میگه he is my friend ارفان. میگه اون پسره کیه، میگه این دوست من ارفانه. he is یعنی اون پسر، اگه میگفت she is که اصلا این جمله کاملا از پایه اشتباه در میومد. جمله بعدی میگه who is that girl که اون دختر باید توش بکار بره، میگه she is my classmate پریسا. who is that man میگه اون مرد که میگه he is my teacher مستر کریمی، میگه اون معلم من آقای کریمیه. میام پایین تر، مستر به معنی آقاه، همونطور که داخل ویدیو قبلیم گفتم مستر میشه آقا. who is that woman میشه اون خانوم که میگه she is my teacher miss or، این خط مورب بهش میگن or، miss or mrs بهرامی. خب میس میشه خانوم مجرد، میسز میشه خانوم متحل، ولی واسه مردا هم این چیز وجود نداره، مجرد و متحل. مردا کلا میشه مستر، خیال خودشون راحت کردن، ولی زنا میشه میس اند میسز. میریم صفحه بعد، میگه listen to the conversation between a student and a librarian، میگوش کنید به گفتگو بین، between میشه بین، وسطه. خب ولی اینجا بینه معنی میده دیگه، چون دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، بین یه دانش آموز و یه کتابدار، یه شخصی که داخل کتابخونه کار میکنه، فکر کنم بهش میگن کتابدار. librarian، library کلا میشه کتابخونه، librarian میشه اون کتابدار یا اون شخصی که توش کار میکنه. can I help you میشه بهتون کمک کنم، can I help you میشه من بهتون کمک کنم. student میشه دانش آموز، میگه yes can I have my library card please، میشه بله میشه من کارت کتابخونه رو داشته باشم لطفا. به این درخواست میگن درخواست محترمانه، که خیلی با تمام ادب اومد بهش گفت can I have my library card please، که معنی لطفنه، یعنی ازش خواهش کرد که آره دیگه. جمله بعدی میگه sure البته، what's your name یه اسمت چیه. student دانش آموز میگه I'm پریسا بهپرور، میگه من پریسا بهپرورم. librarian میگه sorry ببخشید، what's your last name again، این again word یعنی دوباره بگو، یا یه جور اسپلش کن دوباره که داری میگی، اسپل کردن یعنی اینکه کلمه به کلمه گفتن. بریم جلوتر میفهمیم. خط بعدی میگه student که میشه دانش آموز، میگه به پرور b e h p a r v a r، به این میگن، به این کار میگن اسپل کردن. librarian میگه okay here's your card، یا میگه آفرین چه باشه این هم از کارت شما. خب میریم صفحه بعد، این هم که ورکبوکه، شما خودتون باید انجام بدین، ورکبوک نه منظورم ورکتونه که باید خونه انجام بدین.
لسنینگ، آره دیگه، یه سی دی میذارین گوش میکنین، هر کدوم این گفتش تیک میزنین دیگه. کامپاینتر سپیکینگ اند رایتینگ، این میشه صحبت کنید و بنویسید. گروپ ورک، کار گروهی. talk to your friends and fill out the table below، میگه با دوستاتون صحبت کنین و جدول پایینی رو پر کنین. به دو تا از دوستاتون اینجا نیاز دارین، یه اسم بزرگ the shortest name، اسم کوتاه the longest name، اسم بزرگ first name که میشه اسم کوچیک، اینجا می نویسی last name که میشه فامیلی یا نام خانوادگی، اینجا می نویسی این دوتا رو. و همین، میایم بخش آخر. بخش آخر یه جور درس دوم، role playing. role playing میشه نقش بازی کردن. group work، کار گروهی. do the conversation میشه conversation رو انجام بدین. میگه student A، hi، مثلا داره با B صحبت میکنه، یه hi B، this is my friend C. ناکن مثلا این student B نوشته، من اسمشو B در نظر گرفتم، این نوشته student C، من اسمشو C در نظر گرفتم. خب این A داره صحبت میکنه، میگه hi B، داره با B صحبت میکنه دیگه، میگه this is my friend C. اینجا مینویسین C، داخل اولین جای خالی می‌نویسیم B، دومی می‌نویسیم C. بعد میام خط بعدی، میگه Hi C، nice to meet you، میگه از ملاقات داره به C سلام میکنه دیگه، میگه Hi C، سلام C، nice to meet you، میشه خوشحالم که شما رو ملاقات میکنم. و C هم میگه nice to meet you too، یعنی من هم از اینکه شما رو ملاقات میکنم خوشحالم. خب بچه ها، ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و تا ویدیوهای بعدی، بدرود.